محتمل هست که ایالات متحده چنین استراتژی رو در سیاست خارجیش پیش بگیره. عرض ادب و احترام به خدمت بینندگان شما. این استراتژی در سال 1979 با وجود عدم اطلاع و آگاهی از اختاپوس مذهبی شیعه و دستگاه ملایان رخ داد و در واقع چه CIA چه دوران جیمی کارتر با اطرافیان خمینی گفتگو کردند و در واقع از پشت به شاه فقید ایران خیانت کردند و خنجر زدند. این چیزیست که دیگه تاریخ بهش اعتراف کرد و حتی خود افرادی هم چه در کاخ سفید چه در CIA بودند این مسئله رو عنوان کرد. و چیزی که در شرایط فعلی هست، ما با یک اختاپوس مذهبی روبرو هستیم که علاوه بر داخل ایران، در خارج از ایران هم یک سری لابی هایی در حال تعریف و تمجید و در واقع سفیدشویی برای خود دستگاه خلافت اسلامی ولایت فقیه هست که چه اصلاح طلب چه اصولگرا دروغ یک سکه برای حفظ ساختار بقای اسلامی هستند. من با همراهی دوستانم این مسئله رو مطرح کردیم که تفکر غالب در داخل جامعه ایران وقتی تغییر رژیم هست، سعی بکنیم که در واقع در خارج از کشور هم چه در میان رسانه‌های عربی و چه در میان رسانه‌های انگلیسی این مسئله رژیم چینج یا تغییر رژیم از حالت تابو بودن یعنی کلمه ممنوع بودن در بیاد و در واقع یک استراتژی براش تعریف بکنیم که اول رهبر محبوب و مورد قبول و استقبال داخل نسل جوان در ایران کیست، وانگهی چه روی کردی ممکن هست که در نظر گرفته بشه برای حمایت از تغییر رژیم در ایران.